بزنیم.
میگم برای یه هوایی هم بخور. Thank you.
اینجا چیز خودم Thank you.
بهش نگاه کردی داره تمام نگاه هم به شما و این منظره از این کوها زنده آمد فکر کنم تحتیل که بیشتر باشه. راز موفقیت؟ تا موفقیت به چی بگیم؟ من هیچ وقت احساس نمی کنم که آدم ناموفقیم یا موفقم. شاید که بیشترین چیزی که حسی که باش همیشه داشتن این بود که موسیقی برای من از مثلا کودکی خیلی زود بهش جوری برای من شکل گرفت که او منو میکشید. یعنی من مطیع موسیقی میشدم، من عاشق موسیقی میشدم، موسیقی میشد معشوق من. بعد اونو میده به همیشه. مثل فرض کنید که شما به هر چیزی که اعتقاد داشته باشید و اونو در ذهن ببینید، اون فراتر از همه چیه. مهم نیست که به آدم بگم موفق یا نه. یعنی من واقعا وقتی برگردم به خودم و به گذشتم نگاه کنم، هیچ قلوبی هم نمی کنم. همیشه به شاگردان میگم که این سوال آخه زیاد از من کنم. میگم راستش من آرزو دارم تا آخر عمرم با اون اولین پله بتونم پا بذارم. یعنی دنیای هنر انقدر وسیعه و هدف در هنر چیزی نیست که اصلا آدم بهش برسه. هدف یک نقطه ایست که وقتی شما به اون میرسید تازه این هدف میره دورتر. این مسیرش مهمه، این حرکت قدم میکنه تو این مسیر. و به یه جای شما میرسید که اون مسابقه دادن ها و اون رقابت های به خصوص شکل های ناسالمی که هست، اینا برای همیشه در آدم از بین میره و آدم با موسیقی میتونه حالت براش عبادت داشته باشه، حالت عاشق و معشوق باشه. وقتی شما توی خلوتی ساز دستت میگیره، کسی نیست غیر از شما رو سازه، اون خوبه. حالا یه موقعی آدم اون خلوت خودش میره به نامش میذاره، مثلا کنسرت میگیره. ولی واقعیتش اینه که هر چی آدم عمر قضیه فرو میره، اینقدر بزرگ میبینه قضیه. مثلا توی هنر، توی تمام رشته‌ها شما نگاه کن، جوان ها در سن جوانی، مثلا یکی فیلم سازه، نمیدونم یکی نقاشه، خیلی کار زیاد میکنه، اون انرژی جوانی و اون عشق. ولی هر چی سن بالاتر میره، تعداد کارها خیلی فاصله‌اش بیشتر شو کرده. ولی که وسواس هنرمند خیلی زیاد میشه، نگرانی رو جوون نداره، چون مهم مثلا تجربه. تو وقتی این مثلا در آدم پخته میشه، در واقع یک حس و مسئولیتی میرسی که حاضر نیستی اون کم بگیر. اینه که هنرمندهای بزرگ یه روزی هم وای میسن میگن که ما به قول معروف دوشک رو میبوسن چند تکرار، میگن ما تا این نقطه ای که خوب بودیم خوب، بقیهش دیگه مثلا از شهرتش و از امکانات اسمی که داره استفاده نمیده. اون موقع واقعا به نظرم هنرمند نمیتونه نگه هنر ترک کنه، ولی اون زمینه رو میتونه باز کنه بده به کسایی که جوانایی که فکر و نیروی نو و انرژی بیشتری دارن کار. اینه که هیچ رازی، اگر که حالا اون چیزی که شما اسمش بذارید موفقیت، هیچ رازی توش نیست با یک استعداد متوسط ولی پشتکار و تداوم. پشتکار و تداوم یعنی که من از موقعی که مثلا هنرستان موسیقی شروع کردم، اون موقع روزی 12 تا 14 ساعت کار منو به زور از ساز جدا میکردم. حتی هنرستان که همش با چوب میگرفتم با سر شاگرده که آی باید ساز بزنی تمرین کنی، ساز رو از دست نه من خیلی از هم کلاس اونجور از دست ما میگرفتن که دیگه بسته نه. و بعدم در کنار رابطه تنگاتنگ با ساز و با موسیقی، آدم یک ذهن باز داشته باشه که اطراف خودش رو ببینه. یه مقداری به خصوص در رشته‌های دیگه هنری کنجکاو باشه و اصولا زندگی رو با تمام ابعادش وقت که ببینی، وقت نیاز پیدا می‌کنی که مطالعه بیشتر بکنی، نیاز پیدا می‌کنی که با آدم‌ها رابطه بیشتر داشته باشی. از اول فکر نکنی که تافته جدا بافته‌ای هستی.
Thank you.